می‌دونستید نیما، فعلا و سهر ولدبگی بیش از 20 ساله که با هم زندگی مشترکشون رو شروع کردن، ولی به دلایل شخصی تمایل به بچه دار شدن ندارن. با ما تو این ویدیو همراه باشید، راجع به زندگی این هنرمندا صحبت می‌کنیم و حقایقی باور نکردنی از اونها رو بهتون میگیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. سهر ولدبگی متولد 1 تیر ماه سال 1356 در شهر تهران هست. ایشون بازیگر سینما و تلویزیون و فارغ التحصیل دیپلم بازرگانی از هنرستان شهید مدرسه. به واسطه شغل پدرش که در سینما بودن و چهره پردازی و کارهای مختلف سینما را انجام میدادن، از کودکی به سینما و جلوی دوربین رفتن علاقه داشتن و از 20 سالگی برای اولین بار جلوی دوربین رفت و با سریال پاورچین به اوج شهرت رسید. سهر ولدبگی به عنوان فرزند اول خانوادهش در تهران به دنیا اومد و یک برادر کوچکتر از خودش به نام سهراب هم داره که اون هم در زمینه مدیریت تبلیغات و موزیک ویدیوها فعال هستش. پدر ایشون مسعود ولدبگی اصالتاً کرمانشاهی‌ان و چهره پرداز و بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون هستن. جالب بدونید پدر سهر ولدبگی تا به الان 3 سیمرغ بلورین جشنواره فجر رو هم در کارنامه داره. متاسفانه ایشون در اردیبهشت ماه سال 1400 در سن 85 سالگی از دنیا رفت. سهر ولدبگی از سال 75 وقتی که 19 ساله بود یه دوره کوتاه بازیگری رو در کارگاه آزاد گذرون. از همین کلاس‌های بازیگری اولین بار در سال 76 به سریال سلام زندگی به کارگردانی مسعود شاه محمدی معرفی شد. موقع فقط 20 سال سن داشت و تونست این سریال یه تجربه کوتاهی رو به دست بیاره. سهر ولدبگی در سال 79 موفق شدش که با فیلم ازدواج غیابی در کنار چهره‌هایی چون نیکو خردمند و شرار دولت آبادی وارد سینما هم بشه. اما شروع درخشش سهر ولدبگی رو میتونیم به سال 80 و سریال دختران بدونیم. اون در این سریال یکی از نقشای مهم رو بازی میکرد و یک سال بعد از اونم سریال پشت کنکوری ها در کنار چهرهایی چون رضا داوود نژاد و برزو ارجمند کارش دیده شد. همین کارها زمینه ای شدش تا سهر ولدبگی شروع شهرتش رو با سریال پاورچین در سال 82 در کنار مهران مدیری و سحر زکریا و جواد رضویان رقم بزنه. جالب بدونید که توی همون سال سحر ولدبگی با نیما فلاح ازدواج کردش. اونها در 1 خرداد 82 وقتی که سحر ولدبگی 26 ساله و نیما فلاح 31 ساله بود با هم دیگه ازدواج کرد. و الان بیش از 20 سال هستش که با هم زندگی مشترکشون رو میگذرن. اونها به دلایل شخصی هیچ وقت ازدواج نکردن و معتقد هستن که در کنار همدیگه خوشبخت و موفق هستن و نیاز به فرد سومی نیست. اما آشنایی سهر ولدبگی و نیما فلاح هم جالبه. این قضیه برمیگرده به قبل از سریال پاورچین. سریال رستوران خانوادگی در سال 79 که ساخته شد، این دو نفر در کنار هم حضور کوتاهی رو به عنوان همبازی داشتن. همین باب آشناییشون شد و در نهایت در سال 82 بعد از مدت کوتاهی نامزدی با همدیگه عروسی کردن. اونها در مورد مراسم عروسیشون هم میگن که ما عروسی خاصی نگرفتیم. هر دوی ما به اندازه کافی در فیلم‌ها و سریال‌هامون لباس عروسومات پوشیده بودیم. برای همین دیگه برامون جذابیتی نداشت. تصمیم گرفتیم که یه عروسی و عقد ساده بگیریم و خودمون سریع‌تر بریم سر خونه زندگیمون. یه مراسم عقد و یه شام ساده فقط با خانواده‌های درجه یکمون داشتیم و بعد از شام هم رفتیم خونه زندگیمون به همین راحتی. جالبه که ما زوج‌های سینمایی زیادی رو داشتیم، ولی خب اکثرا رابطه‌شون به چند سال هم نمی‌کشه و خیلی سریع از همدیگه طلاق می‌گیرن. ولی خب نیما فلاح و سهر ولدبگی ثابت کردن که با بقیه همکارای خودشون فرق می‌کنن و الان بیش از 20 ساله که با همدیگه زندگی مشترک دارن. اونها نقطه مشترک و نقطه قوت زندگیشون رو صداقت می‌دونن. سهر ولدبگی توی یکی از مصاحبه‌هاش گفتش که بزرگترین نقطه مشترک زندگی ما صداقت. هر دوی ما با یکدیگر صادق هستیم و به همدیگه اصلا دروغ نمیگیم. چیزی هم از هم پنهون کاری نمی‌کنیم و به جز صداقت از هم درک متقابل هم داریم و همدیگر رو به خوبی میفهمیم. اما به این شکل هم نیستش که همه چی گل و بلبل باشه. زندگی با نیما صبوری بسیاری میخواد. من مجموعه‌ای از صفات خوب رو در وجود نیما میبینم.
صفاتی هم هستش که مکمل شخصیت من هستش. اگرچه نمیتونم هر خصوصیت اخلاقی رو تک به تک توضیح بدم، اما در کلیت ما کامل کننده یکدیگر هستیم. البته من کاملا شخصیت آرومی دارم و نیما خیلی شلوغه. اون در مورد تفریحات زندگی مشترکشون هم میگه ما همه کارو با هم انجام میدیم و همیشه در حال صحبت کردن با هم هست و همین بزرگترین سرگرمی ماست. مثلا وقتی داریم به گل و گیاهامون میرسیم با هم دیگه انجام میدیم، با هم دیگه گیم کامپیوتری میزنیم، با هم آشپزی انجام میدیم، سریال و فیلم میبینیم و گهگاهی هم سفر میریم. در کل همه کارها رو با هم دیگه انجام. در ولد بگی تو یکی از برنامه‌های مهران مدیری اخیراً صحبتایی رو در مورد تنها خواستگار زندگیش انجام داد و گفتش که من قبل از نیما فقط یه خواستگار داشتم و اون هم تازه یه اتفاق جالب براش افتاد. در مورد خواستگار اولش توضیح میده که توی 18 سالگی یه بار با مامانم تو خیابون داشتیم راه می‌رفتیم که یه خانومی من رو دید و گفت پسرم قرار از خارج بیاد و از دخترتون خوشم اومده و می‌خوام بیام خواستگاریش. که خب یه مدت صبر کردیم و فک و فامیلشون جمع شدن و اومدن خواستگاری. در نهایت هم مادر اون پسر از خواهر من خوشش اومد و کلن من رو فراموش کرد. بعد از یه مدت هم خواستگاری خواهرم هم به نتیجه نرسید و اون نه منو گرفت و نه خواهرم. و خب به نظر من بهتر که این اتفاق افتاد و در نهایت هم من با نیما ازدواج کردم. این زوج هنری سال 93 به عنوان مجری برنامه دستبختای خودمونی هم با همدیگه یک کار مشترک انجام دادن و چهرهای مشهور در کنار اونها آشپزی میکردن و با همدیگه رقابت میکردن و ده ها فیلم و سریال دیگه هم حضور داشته. حتما نظراتتون رو راجع به این بازیگر خوب کشورمون سهر ولد بگی معتقد هستش که زوجی هستن که هیچ خرج اضافی تو زندگیشون ندارن. اون توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که زندگی هزینه‌های زیادی داره و بخشی از هزینه‌ها مربوط به رفاه آدم‌ها میشه، ولی ما اصولاً آدم‌های بلند پروازی نیستیم که خودخواهانه و برای چیزهای بی‌ارزش پول خرج بکنیم. رفته رفته جلو میریم و معتقد هستیم قرار نیست همه چیز رو یک مرتبه و یک شبه داشته باشیم. همه چیز به مرور جمع میشه و اتفاق میفته. از فیلم‌ها و سریال‌های سهر ولد بگی میتونیم به سریال خوشنام، کتونی زرنگی، زندگی شگفت‌انگیز، آرماندو، دور همی، قرعه، محله گل و بلبل، باغ سرهنگ، آپریا، مسیر انحرافی، دارا و ندار، محصل، نقطه چین، بدون شهر، باورچین، پشت کنکوری ها، خانه آرزوها، دختران، به مثل بهار اشاره داشته باشیم. اون توی فیلم های سینمایی از جمله رها و انگشتر جادو، مجرد 40 ساله، شهر موش ها، شیرین، خاله سوسکه، قلقلک و ازدواج غیابی هم حضور داشته. اون در مجموعه های شبکه نمایش خانگی هم از جمله جوکر، دامادی به نام سفر، رالی ایرانی، شوخی کردم، عدسه، اسکار و فیلم هایی که بازی کرده برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.